Hello, my name is Shahab Zahidi, and you are listening to Golbezan Podcast. Welcome back to Golbezan Podcast. My name is Arial Verdi. Today's episode will be an interview with Shahab Zahidi, who currently plays for Zorya Luhansk in the Ukrainian Premier League. The interview will be in Persian. However, we will have a transcript for it on our website very, very soon. Now, please subscribe to us on YouTube and all other podcast platforms and hope you enjoy the episode. Очевидно, що зараз таке перехоплення від Шахаба. Він сам іде, не робить передачу. Б'є Шахаб і забиває! 87-ма хвилина, 1-0. На користь Зорі Шахаб мав робити передачу. Всі на це чекали, але він сам б'є та влучає в ближній кут. یه فوق‌العاده رو داشت اونجا شهاب زاهدی اونجا چی کار کرد ماتش و لام توپ گرفت اونجا شهاب زاهدی گولستا توپ میخواست تو سر توپ فوق‌العاده تونست دروازه تیم زسکا سوفیه رو باز کنه شهاب زاهدی یه بار دیگه ما ببینیم و کیف میکنیم. با سلام و درود به همه شنوندگان خوب ما، خوش اومدیم به پادکست گل بزن. من آریا الوردی هستم. خیلی خوشحال هستم که امروز با جناب شهاب زاهدی یک مصاحبه خوب میخوایم انجام بدیم، بازیکن باشگاه زوریا لوانسک. و اولا سلام به شما، خیلی ممنون که وقتتون رو گذاشتید برای مصاحبه با گل بزن. سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم. خیلی ممنون. یه ذره راجع به فصلتون که الان شروع شده صحبت بکن و الان در لیگ کنفرانس اروپا بازی میکنی چجوری بوده؟ خدا رو شکر این فصل از همون ابتدا تیممون شرایط خوبی رو داشت و یه پیش فصل خیلی خوب داشتیم توی ترکیه و چند تا بازیکن جدید اضافه شدم به تیم، اما چند تا بازیکنم از تیممون رفتن که جزء بازیکنهای کلیدی بودن. همچنین توی لیگ کنفرانس هم برنامه هایی رو داشتیم، اما خب متاسفانه به نتایج دلخواهمون دست پیدا نکردیم، اما خب تا اینجای کار به نظرم فصل خوبی رو سپری کردیم. خیلی عالی. فکر میکنی لیگ کنفرانس برات تجربه خوبی بوده تا الان؟ قطعا تجربه خیلی خوبی بود، چون توی گروهی بودیم که از همه نوع کشور تیم وجود داشت و هم سطح خیلی بالا هم سطح متوسط. اما معمولا توی لیگ کنفرانس همه تیمایی که حضور پیدا میکنن سطح بالایی دارن و سال اولی بود که این لیگ داشت برگزار میشد. اما خب توی گروه با تیمای خوبی هم گروه بودیم و به نظرم تیم نروژی یه مقدار همه رو سورپرایز کرد، چون ما طبق برنامه ریزی که داشتیم واسه خودمون جایگاه دومو توی این گروه پیش بینی کرده بودیم، اما تا این جای کار که نتونستیم و فکر میکنم یه جورای بازی آخرم تشریفاتی هست چون تیم ها قبلا امتیازشون رو جمع کردن، اما خب تا این جای کار ما 6 امتیاز به دست آوردیم و به نظر من این جای تقدیر داره. خیلی هم عالی. یه راجع به زمانی که تو لیگ برتر ایران بازی می‌کردی صحبت کنیم. توی تیم پرسپولیس و ماشین سازی بودی، ولی تو اون لیگ بازی‌های زیاد انجام ندادی، کم بازی کردی تو لیگ ایران کلا. الان چی عوض شده تو بازیت از اون زمان؟ خب زمانی که من توی لیگ ایران حضور داشتم خیلی جوان بودم، اما فکر میکنم اون کیفیت لازم رو داشتم که بتونم یه عمل کرده خوب به جا بذارم و لیگ ایران رو به مقصد اروپا ترک کنم.
اما به نظرم یک سری شرایط رقم خورد که مانع از این اتفاق شد، اما خب خدا رو شکر میکنم که من از هدفم دور نشدم و توی مسیر خوبی قرار گرفتم و الان از توی جایی که هستم خب خیلی خوشحالم. اما در دوره‌ای که ایران بودم خب خیلی تلاش میکردم، خیلی سعی داشتم که عمل کردم و روز به روز بهتر کنم و بتونم خوش بدرخشم، اما خب یه جورایی قسمت این بود، چون من هر وقت به گذشته نگاه میکنم هیچ کمکاری از خودم نمیبینم و این یک مقدار برای من تسلی بخشه، اما خب زندگی ادامه داره و تو آینده آدم نمیدونه چه اتفاقاتی میفته. بعد از اون و رفتی لیگ ایسلند به تیم آی بی وی، اول چجوری این نقل و انتقالات پیش اومد و نگاه میکنی به اون زمان چه چیزا یاد گرفتی از اون لیگ؟ خب دلیل اصلی حضور من توی لیگ ایسلند به نظرم آقای عبدی بود، چون ایشون ارتباط خوبی و با سرمربی تیم ملی ایسلند داشتن، چون توی اون دورهای آموزشی که واسه لایسنسشون برای مربیگری گذرونده بودند با هم بودن و یه ارتباط خوبی بینشون شکل گرفته بود و بعد از مدتی منو پیشنهاد دادن، چون تیم آی بی وی تیم همون شهری بود که سرمربی تیم ایسلند توش روش کرده بود و قبل از تیم ملی مربی اون تیم بود و من هم برای تست سر تمرین ها حضور پیدا کردم و خب خدا رو شکر مورد توجه کادر فنی قرار گرفتم و با من قرارداد بستم و تجربه خیلی خوبی بود، چون به نظرم لیگ ایسلند مثل حالا لیگای اسکاندیناوی، مثل کشورهای دیگه، یه پنجره خیلی خوبی داره برای اضافه شدن به تیم‌های سطح بالاتر، چون خیلی زیر نظر هستش و به نظر من بازیکن‌های با کیفیت رو خیلی خوب می‌بینن و خدا رو شکر من هم تونستم عملکرد خوبی به جای بذارم و بعد از اونجا به جای بهتری اضافه شدم، اما در کل تجربه خیلی خوبی بود. خیلی هم عالی. بعد زمان کوتاه رفتی کره جنوبی، چی می‌تونی از اون زمان بگی؟ در مورد کره جنوبی، خب من قرارداد داشتم با تیم ایسلندی و یک فصل از قراردادم باقی مونده بود، اما خب یک پیشنهاد به دست من رسید از تیم سامسونگ و من هم تصمیم گرفتم به این تیم اضافه شم، با اینکه دلم هنوز اروپا مونده بود، چون احساس خیلی خوبی توی اروپا داشتم، اما سطح فوتبال احساس می‌کردم توی شرق آسیا هم خوب هستش و این میتونه به رشد کردن من خیلی کمک کنه. به همین خاطر من از اون تیم به درخواست خودم از تیم ایسلندی جدا شدم و اردوی پیشفصل به تیم سامسونگ اضافه شدم و تقریبا من یک هفته کم و بیش، دقیق تعداد روزهاشو یادم نیست، با اون تیم تمرین کردم و بعد از اون با تستای پزشکی رو انجام دادم و قرارداد بستم، اما خب فکر میکنم کمتر از 24 ساعت، چون دقیقا من زمانی که قرارداد بستم رفتم هتل خوابیدم و صبح پا شدم و کلی اخبار راجع به فصل قرارداد دیدم، در صورتی که خودم اصلا در جریان نبودم و یه شوک خیلی بزرگی به من بود و یکی از بزرگترین چالش هایی بود که من توی زندگیم داشتم، چون قبل از هر استپی که بخوام بردارم تو زندگیم خیلی راجبش فکر میکنم، خیلی تحقیق میکنم، اما دوباره یک اتفاق ناخواسته رقم خورد و باعث شد که در نهایت من مدت زیادی رو کره نمونم و برگشتم ایران. پس رفتی از این باشگاه، رفتی اولمپیک دونیتسک، تو فصل خیلی خوبم انجام دادی تو این باشگاه، چقدر این ترانسفر مهم بودش؟ خب بعد از اینی که من برگشتم به ایران تقریبا یه زمانی بود، فکر میکنم ژانویه بود و اواخر ژانویه بود و باعث شده بود که تمام پنجره ها بسته بشه و بعد از اون من مجبور شدم فکر میکنم یه نیم فصل بیرون باشم
و زمانی که تابستون شد، خب مدیر برنامه‌ای که داشتم، که این مدیر برنامه بعد از کره باهاش آشنا شدم، صحبت‌هایی رو با هم انجام دادیم و منم اهدافمو بهش گفتم و گفتم دوست دارم که برگردم به اروپا و ته پیشنهادایی که واسه من آورد از باشگاه مختلف، من بهترین گزینه رو تیم المپیک دونتسک تونستم و به این تیم اضافه شدم. و المپیک دونتسک به نظر من خیلی تیم خوبی بود برای من و لیگ اوکراین لیگی بود که من میتونستم توانایی هامو توش نشون بدم و از اینکه توی اون تیمم حضور پیدا کردم خیلی خوشحالم، چون به نظرم خیلی کمک کرد که بتونم به اون مسیری که میخوام برگردم. بعد میگم دو تا فصل خیلی خوب بازی کردی تو این تیم، بعد دوباره یه تیم اوکراینی دیگه اومد پیشنهاد دادش، زوریا لوانس کردن، اونجا هستی با یکی از بازیکن ایرانی دیگه هم تو اون باشگاه بازی میکنه، علیرضا صیادمنش، که می امسال باش مصاحبه کردیم ما هم. چجوری این ترانسفر پیش اومد؟ خب قراردادی که من با المپیک دونتسک داشتم پایان فصل تموم میشد و فقط 6 ماه مونده بود و از اونجایی که من هم دوست داشتم به باشگاهی که به من کمک کرده و باعث پیشرفتم شده کمک کنم و همین که یک انتخاب خوب برای آیندم داشته باشم، تصمیم گرفتم از این تیم جدا شم. اما المپیک دونتسک به من پیشنهاد داد که قراردادم رو تمدید کنم، اما به نظرم اون تیم دیگه برای من کافی بود و من نیاز داشتم که چالش جدیدتری رو تجربه کنم. به خاطر همین، چون نیم فصل بود، ترجیح هم لیگ اوکراین بود، چون با این لیگ آشنایی داشتم و دوست داشتم سطوح بالاتر رو توی این تیم لمس کنم. به خاطر همین از بین تمام پیشنهادام زوریا خیلی برام با ارزش بود و خیلی به من احترام میذاشتن و این از همه چیز برای من مهمتر بود. به خاطر همین من هم زوریا رو انتخاب کردم و به نظرم تصمیم خیلی خوبی بود، چون این تیم خیلی کیفیت خوبی داره و همیشه جزو 3 تیم برتر لیگ اوکراین هستش و این تحت فشار بودن رو من خیلی دوست دارم که توی مسابقات لمس کنم. این فصل هم که خیلی خوب بازی کردی، 10 تا گل زدی، 4 تا پاس گل دادی، فکر کنم خیلی بعد از خود راضی باشی، ولی فکر می‌کنی که هدف بعدی چیه؟ در مورد این فصل، خب به عنوان یک مهاجم که وظیفه اصلیش گلزنیه، فکر میکنم تا حدودی تونستم به تیمم کمک کنم و تیممون هم نتایج نسبتاً خوبی رو تا اینجای کار به دست آورده. درسته یک سری از بازی‌ها رو واقعاً نباید از دست میدادیم امتیازاتشو، اما خب فوتبال هست و 1001 اتفاق. اما برای آینده فعلا تمرکزم روی تیم هسته، چون الان تیممون 2 تا بازی دیگه داره، اما خب من بازی آخر که لیگ هستش رو محروم شدم چون 4 تا کارت زرد گرفتم، ولی خب بازی بعدی که با تیم نروژی هستش برای لیگ کنفرانس و حضور دارم و تمرکزم روی اون بازی هستش. امالی، خب بریم راجع به تیم ملی صحبت کنیم. هنوز به تیم ملی دعوت نشدی، میگم که فصل خوب تا الان گذروندی ولی دعوت نشدی به تیم ملی و میشه گفتش که خب بازیکنهای خوب تو پست مهاجم هست و خب بالاخره سخت دعوت شدن تو این پست، ولی ببینی چرا دعوت نشدی به تیم ملی؟ به نظر من تیم ملی خیلی حائز اهمیت هست برای هر بازیکنی و این خیلی خوبه که حداقل اون بازیکن یکی از گزینه‌های دعوت شدن به تیم ملی باشه. به نظر من تا همین جای کار این بازیکن کار بزرگی رو انجام داده و خوشحالم از این اتفاق که مردم من رو مستحق این میدونن. اما به نظر من مهمتر از هر چیزی که این که من حضور داشته باشم و یا حضور نداشته باشم، موفقیت تیم ملی هستش و خدا رو شکر نتایج خیلی خوبی رو
ایران به دست آورده توی مسابقاتی که شرکت کرده و به نظر من هیچ دلیل خاصی نداره، چون قطعا هر کسی که مسئولیت تیم ملی رو چه به عنوان مربی، چه به عنوان سرمربی، چه به عنوان مسئولی از فدراسیون به عهده میگیره، قطعا بیشترین توانش رو میذاره که بتونه بهترین عملکرد رو از خودش داشته باشه و این مسئولیت، این بار مسئولیت و این تحت فشار بودن قطعا نیاز به یک سری مهره های خوب داره و نیاز به آنالیز داره و قطعا مربی تیم ملی، کادر فنی همه من رو میبینن و من به این اعتقاد دارم. اما خب هر سیستمی نیاز به یک سری مهره ها داره، ولی من بیشترین تلاشم رو میکنم و امیدوارم که دعوت شم. فقط دلیلش رو همه میبینم، به نظرم هیچ مشکلی وجود نداره و فقط من باید به تلاش کردنم ادامه بدم تا بتونم یه روزی مفید باشم و به تیم ملی اضافه شم. خیلی هم عالی. یه سوالی میخوام ازت بکنم که فکرم جالب باشه. یه ذره صحبت شده حالا تو رسانه، مثلا تیم ملی اوکراین احتمالاً بهت بخواد پیشنهاد بده که مثلا بیای تیم ملی رو برای اونا بازی کنی، نظرت رو این چیه؟ در رابطه با این مسئله خب جرقه زمانی خورده شد که من توی منتخب سوال قرار گرفتم و جزء 11 بازیکن برتر این لیگ بودم در فصل گذشته و خب این خیلی خوشحال کننده بود برای من و از اونجا شروع شد این قضیه و صحبت هایی هم شده. اما خب به نظر من اون وطن پرستی همیشه در من جریان داشته و نه به معنی بدش، به معنی خوبش، به اینکه به ایرانی بودنم افتخار میکنم و همیشه اولویت هم کشورم بودن. اما خب در رابطه با این قضیه صحبت هایی بوده و نمیشه اونو کتمان کرد، اما خب من همیشه دوست دارم برای تیم ملی ایران بازی کنم. شاید که نه، قطعا اگر به این قیمت باشه که هیچ وقت زیر پرچم هیچ کشوری بازی نکنم، این اصلا منو ناراحت نمی کنه. اما خب برای تیم ملی کشورم بازی کنم حتی یک دقیقه، این به نظر من یکی از مهمترین اتفاقات زندگی میتونه باشه. خیلی هم امیدواریم این پیش بیاد برات. خب بریم به قسمت آخر مصاحبه. سوالا رو از هوادارا گرفتیم. سوال اول از اینستاگرام میاد، از @anyways_what_was_that میپرسه علایار سیادمنش چقدر برای تو این تیم مهمه و چقدر با هم کنکشن خوبی دارین؟ من خب رابطه خیلی خوبی با علایار دارم و از اینکه کنار هم بازی میکنیم خیلی خوشحال هستم، اما همونقدر حضورش واقعا برای من مهم هستش که فکر میکنم حضور من برای اون مهمه، چون ما خیلی به هم کمک میکنیم در جریان مسابقه و سعی میکنیم که هر دو به تیممون کمک کنیم و الهیار هم کیفیت خوبی داره و از اینکه کنار هم هستیم خیلی خوشحالم. خیلی هم عالی. سوال بعدی از توییتر میاد، @thelozaks خودتو در آینده تو کدوم لیگ معتبر اروپایی خواهند دید؟ من خیلی دوست دارم توی 5 تا لیگ معتبر بازی کنم و اینو به عنوان قدم بعدی زندگی میبینم. اما خب اگر بخوام علایقم رو بگم، لیگ ایتالیا رو خیلی برام هیجان انگیزه به نظرم و خیلی دوست دارم که حضور پیدا کنم در این لیگ. خیلی عالی. سوال آخر از @slava_ukraini09 میادش، هم تیمی از اوکراینیات از کدوم بیشتر خوشت میادش از نظر بازی کردن؟ خب این خیلی سوال سختیه و به نظرم توی تیمهایی که حضور داشتم و با اوکراینی هایی که هم تیم بودم، همشون از کیفیت خیلی خوبی برخوردار بودن و من هم خدا رو شکر رابطه خیلی خوبی با مردم اوکراین برقرار کردم توی این مدتی که بودم، چون خیلی مردم خوبی هستن و اینجا خوشحالی داره. اما خب شخص خاصی مد نظرم نیست، چون از حضورم در این
تیم و حالا المپیک دونتسک خیلی خوشحال هستم. خیلی هم ازت ممنونم دوباره از این مصاحبه شهاب جان، وقت گذاشتی برای ما. حرف آخری داری؟ دستتون درد نکنه و ممنون به خاطر تماس و امیدوارم که شنوندگان محترمتون لذت کافی رو برده باشه. خیلی ممنون، مرسی از اینکه پادکست ما گوش دادید. اگر از این مصاحبه خوشتون اومد لطفاً لایک و سابسکرایب کنید به اپلیکیشنی که به این پادکست گوش میدید. به ما در اینستاگرام، توییتر و فیسبوک فالو کنید و وبسایت ما رو چک کنید globalzenpodcast.com. دوباره خیلی ممنون از وقتتون و خدا نگهدار. My name is Allah Yar Sayyad Manish. You are listening to Gulbaz.